تو این درس قراره در مورد این چند تا فریز با باهاتون حرف بزنم قراره بهتون یاد بدم که کجا میشه از اینا استفاده کرد و معنیشون چیه بریم سر وقت پس اوت به معنی بیهوش شدن هستش یا از هوش رفتن جمله اول میگه که he got so drunk that he passed out he got so drunk that he passed out یعنی اینکه اون اینقدر مست شد که از هوش رفت یک نکته تلفظی وجود داره مربوط به زمان گذشته پس اوت که میشه پست اوت تلفظ پست اوت رو دقت کنید بچه ها اون ایدی که چسبیده به پس در واقع ت, ت تلفظ میشه پست اوت پست اوت این از این به سر وقت جمله دوم که میگه He consumed enough alcohol to make him pass out He consumed enough alcohol to make him pass out یعنی اون اینقدر الکل مصرف کرد که باعث شد از هوش بره یا بیهوش بشه جمله سوم I was hit دقت کنید که بچه ها این جمله یک جمله پسیف و یا مجهول هستش I was hit on the head and passed out. به سرم ضربه وارد شد و از هوش رفتم. نکته ای که اینجا وجود داره بچه hit فعل hit به معنی ضربه خوردن یا ضربه زدن در واقع سه تا حالتش همون hit میشه. hit hit hit. اوکی؟ حالت ساده hit، حالت گذشته hit و حالت سوم یا past participle باز میشه hit. یکی از دیگر معانی فریزال ورب pass out میشه تو distribute تو distribute یعنی توزیع کردن و پخش کردن چیزی به عنوان مثال جمله چهارم رو دقت کنید بچه ها که میگه The teacher passed out the test booklets The teacher passed out the test booklets بچه ها booklet میشه جزوه Test booklet میشه جزوه امتحانی اینجا گفته که دبیر و یا معلم جزوه های امتحانی رو پخش و یا توضیح کرد بچه قبل از اینکه بریم سر وقت ادامه درس این رو بهتون بگم که ساخت چنین ویدئوهای آموزشی از من زمان میبره پیدا کردن جملات و این کلمات ساخت همچین اسلاید هایی ادیت کردنشون و بقیه کارها تنها چیزی که در قبالش ازتون میخوام اینه که این ویدئو رو لایک کنین با ساتون به اشتراک بذارین و برام کامنت بذارین ممنون میشم اگه این کارها رو برام انجام بدین و اگه از قبل سابسکرایب نکردین حتما حتما عضو تا ویدئوهای بعدی رو از دست ندین بریم سر وقت ادامه درس پس away پس اوی حالت نرمتر و بهتری هست به جای این که بیاییم از کلمه دای استفاده کنیم دای به معنی مردن و یا فوت کردن هستش پس away فوت کردن خیلی حالت نرمتر و بهتری هستش وقتی داریم با یه بزرگتری حرف میزنیم که بهش میخواین احترام بذارین و یا دیگه نمیخواین از کلمه سفت و سخت دای استفاده کنید پس اوی فوت کردن جمله اول میگه که sadly Georgia's uncle passed away yesterday after a short illness sadly Georgia's uncle passed away yesterday after a short illness متاسفانه امو یا دایی حالا دایی جورجیا دیروز بعد از اینکه مدت کوتاهی بیماری رو پشت سر گذاشت یا بیماری داشت فوت کرد جمله دوم She is terribly upset because her father passed away last week She is terribly upset because her father passed away last week میگه که اون به صورت وحشتناک و افتضاحی ناراحت و افسرده است به خاطر اینکه پدرش هفته گذشته فوت کرد پس down به ارث گذاشتن جمله اول میگه که should I pass down wealth now or wait until I die should I pass down wealth now or wait until I die بچه اون دایی که گفتم در واقع نوشتارش این شکلیه D-I-E اوکی؟ این رو هم اگه میخواییم میتونید یاد بگیریم. اما معنی جمله میشه این که باید الان ثروتم رو به ارث بذارم یا تا موقع مرگم باید صبر کنم جمله دوم She will pass her diamond ring down to her knees She will pass her diamond ring down to her niece. یعنی این که اون قرار حلقه الماسش رو به خواهرزاده و یا برادرزاده که دختر باشه به ارث بذاره خواهرزاده و یا برادرزاده که دختر باشه بهش میگیم نیست و ها جمله سوم که It's a family recipe passed down from my grandmother It's a family recipe passed down from my grandmother یعنی این یک رسپی خانوادگیه که از مادر بزرگم به ارث رسیده بین خانواده به ارث رسیده بریم سر وقت پس آپ پس آپ بچه یعنی از دست دادن فرصت جمله اول میگه که she passed up the opportunity to go to university because she had been offered a job یه بار دیگه She passed up the opportunity to go to university because she had been offered a job. اون فرصت رفتن به دانشگاه رو از دست داد به خاطر اینکه یک کار بهش، یک فرصت شغلی، یک کار بهش پیشنهاد داده شده بود. جمله دوم I can't believe she passed up the chance to go to Faus

یا وعده غذایی مجانی میگه اون فردی نیست که فرصت یه در واقع وعده غذایی رایگان رو از دست بده بریم سر وقت آخرین فریزالور بمون که هستش پس بای پس بای یعنی از کنار کسی و یا چیزی رد شدن جمله اول میگه که I was just passing by when I saw the accident I was just passing by when I saw the accident وقتی که اون تصادف یا حادثه رو دیدم داشتم از کنارش همینجوری رد می شدم داشتم همینجوری رد می شدم جمله <applause> چون... دوم که میگه the chance for promotion passed me by the chance for promotion passed me by شانس این که ترفی بگیرم از کنار من رد شد یعنی نتونستم اون ترفی رو به دست بیارم نتونستم ترفی بگیرم جمله سوم میه که Do you ever feel that life is passing you by? Do you ever feel that life is passing you by? تا این حس رو داشتی که زندگی از کنارت همین جوری داره رد میشه یعنی زمان همین جوری داره میره این بود از درس امروز و پنج تا از فریزال ورب هایی که میتونستیم با کلمه پس داشته باشیم اگه دوست دارین که همچین ویدیوهای آموزشی رو از دست ندین حتما حتما تو کانال یوتیوب من عضو بشین علاوه بر اینکه زبان انگلیسی رو بیشتر یاد میگیرین حمایت بزرگی کردین از من علاوه بر این زنگوله کنارش رو هم بزنین تا نوتیفیکیشن دریافت بکنید برام کامنت بذارین و اگه دوست داشتین این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین اگه نظری انتقادی دارین برام بنویسین تا ویدیوهای بعدی به